اسم من رضاست، رضا تهرانی. یکی از جوانای این شهر هستم و مثل بیشتر اونا آرزوهای زیادی تو سر داشتم. من عاشق فیلم و سینما بودم و خیال داشتم با فیلمسازی دنیا رو عوض کنم. برای همین کاری رو انتخاب کردم که تو زمینه سینما باشه و امیدوار بودم روزی شانس به امرو کنه و با کسی آشنا بشم که من رو وارد سینما بکنه. چی رو همه فیلم خوب بود؟ بابا یه فیلمش خوب بود، اونم ترسناک بود، میرفت تو اعصاب. بخش ما فیلم میرسی. بالاخره من نفهمم شما چجور فیلم های خوشتون میاد. این میکه من یعنی چی رو بدیرم چه فیلم چطوری؟ اینجا بشین ببینیم دوره راستی کیه. بفرما آقا رضا، خوش اومدی. ممنون. چه خبر؟ سلامت. بالاخره فیلمتو ساختی یا نه؟ از کی میاد تو سینما ما هم بیان ببینیم؟ میاد. اما فقط تو سینمای مردونه نشون میدن. باشیم آقا رضا. خوردی؟ چند دفعه بهت بگیم سر به سر این آقا رضای ما نذار. حریفی زبونی بچه تهرونی نمیشه. میبینی تو رو خدا. اینا هم ما رو درس گرفتن. نقصه توی دیگه. به من چه؟ خودت هی شعار میدی فیلم میخوام بسازم، اسکار برم، نمیدونم کن و سلوغون. حالا فیلم چی آوردی؟ فقط از این فیلم های خواب آور نموشه. دمت گرم دیگه. نارو بگی پایین. بیخیر نجون خودمونم. کاری نمی کنیم ما فیلم ساز بشیم، فیلم های خوب بیاریم، از این آشغال پاشغاله ندیم تا نگاه کنیم. خدا وکیلی چند وقت ما رو گذاشتی سر کار؟ نمیگی یارو کارگردانه رفیقمه، تو رو میذاره دستیارش، اله میکنه، بله میکنه، وارد سینمات میکنه. آره گرفتی دیگه. بازم شروع شد. بابا ما یه غلطی کردیم. فکر میکردیم بعد 30 سال خرمالی تو سینما میتونیم یه سوراخی پیدا کنیم تو رو بفرستیم اون تو. شانس، شانس لامصب. سلام علیکم آقای دکتر. سلام آقای اسپیلبرگ، چطوری؟ شما چطوری؟ میگذره، ما نمیذاریم بهمون بد بگذره. میزون چی اینا ورداشتی آوردی؟ آدم فسقش باد میکنه. فیلم خوب وردار برای من بیار. بابا دست برده دکتر، اینا همشون بهترین فیلم ها. اینم که اسکار گرفته پارسا. آدم خوابش میگیره از با صرف میزنن. نکنه این فیلم ها رو میگه خودت میسازی ها؟ دکتر مملکت ما نگاه کن بابا. همسلیقه یه کافه چیه میدون منک شدی تو هم؟ کافه. ببینم حال دندونات چطوره؟ چه منظره ای داری اینجا؟ بشین دندونات رو تموم کن. آروم. یه خورده از خودت جربوزه نشون بده. با این یه خورده درد که نمیمیری. ببین حوصله ندارم برات آمپول بی اس سی درست کنم. باز کن. تو کی میخوایی ول بگردی و واسه مردم فیلم این برابر ببری؟ ببینم کار سربازی چطور شد؟ پول داری سربازی تو بخری؟ تی نداری؟ نداری؟ اون یارو بهادر تونست ببرت تو سینما؟ تی نتونست. هیچ وقتم نمیتونه. واسه اینکه خودش هم آویزونه. خودش هم کسی نیست. اما من میخوام با کسایی آشنات کنم که همه چی تو دستشونه. هرچی بخوای، هرچی بخوام، پول،
ثروت، ویزا، مافی، پاسپورت، سینما، هر کوفت و زهرمانی که فکرشو کنی خالی کن. ببین دکتر جون، من میخوام بگم که اگه این اصلا میدونی چیه؟ یه کار دیگه میکنیم. من خودم این حرفا رو بهت میزنم، اما راستش از ارزه و جربوزه تو خیلی مطمئن نیستم. اصلا معلوم نیست بتونی یا نتونی. آه، برای همین یه زمان کوتاه میذاریم، مثلا 3 ماه. آره 3 ماه خوبه. اگه تو این 3 ماه حرف منو گوش کردی و کارهایی رو که بهت میگم انجام دادی، بعد 3 ماه به پول و پله و پارتی و چه میدونم خارج و سینما و از اینجور چیزا نرسیدی، معلوم میشه که هیچ وقت نمیرسی. باز کن، یعنی هم من میفهمم هم خودت که عرضه هیچ کاری رو نداری. وقت برو واسه مردم تا آخر عمرت فیلم سینمایی این برون بر ببر. قبوله؟ چی چی رو قبوله؟ قبوله آخر قبوله. سلام، چطوری؟ درستات خوندی؟ بله داداش. همه رو؟ بله. بابا خونه هست؟ فکر کنم. زود بیا تو. چشم. سلام آقا. سلام. رفتی پیش آقا اسماعیلی؟ وقت نکردم، بعدا میرم. یعنی چه؟ مگه مردم مسخره ما هستن؟ آقا جون، من با بابا قرار گذاشتم، مگه خودت قبول نکردی که بری پیشش؟ از بس شما اصرار میکنید هم چاره ای نداره دیگه. یعنی من اصرار میکنم که شما دروغی به بنده وعده بدید؟ بله. هر روز سر مادرت میلرزه، من مادر بگیرنت، من مادر نوراتی توقیف کنن، یکی رشا زندگی. رضا، رضا بیا یه چیزی بخور. نمیخورم، خوابم میاد. اینم از بابامون. البته حق داشت، وضعش به هم ریخته بود، زیر بار بدهی داشت خورد میشد. خواهرم هم میخواست عروسی کنه ولی جهاز نداشت. تازه نگران منم بودن. خلاصه وضعم پاک بیریخت شده بود. نمیخوام خودم رو توجیه کنم، اما بالاخره اولین گاف رو دادم. سیگار میکشی؟ خوب نیست برات؟ یک کمی شربت بخور، خستگی در میره. ممنون. حرفای بابات هم زیاد به دل نگیر، منظوری نداره، میدونه که خیلی دوستت داره. عروسی خواستگاری برای همه خوشترین روزاست، برای ما شده مایه عذاب و بدبختی. ده برابر درآمد روزانه‌ت از پخش فیلم هر چقدر که هست، تازه به اضافه امتیازاتی که بعداً می‌فهمی. حالا اگه مرگ می‌خوای برو آفریقا، مطل چی هستی دیگه؟ باشه، اما فقط واسه 3 ماه. باش، برای 3 ماه. حالا باید یه چیزایی رو یاد بگیری. کادوی شروع کارت. میدونی از وقتی که اون بنزو خریدم اینو گذاشته بودم برای فروش، اما حالا بهتره که دست تو باشه. خوب میسادم رای جیپ قرازه بره خونه مشتری ها، اینم شیکتره هم امتر. کسی هم به یه آقای خوشتیپ که سواره یه پاترول میشه شک نمیکنه.
سلام. سلام آقا فری. شما؟ رضا هستم، طرف دکتر باقری اومدم. واسه هرکی این چیرش رو واسه ببری، حتما دکتر بهت گفته. بله دکتر بهم گفته. بارکلا دکتر میگو بچه چیزی هستی، اما یادت باشه برای خود یا تیز بازی در نیاری. حیفه جوونی، جوون مرگم خوب نیست. سلام. سلام بفرمایید. آقای عزودی؟ آقا تشریف ندارم، من رضا هستم، براشون فیلم آورده بودم. دو تا برای این هفته. با اجازت. صبر کن، فقط همین؟ جناب علی نگران نباش، من پیش خدمتشون هستم. امانتی رو بدین به من. کجا پیدا کرده؟ اون قبلیو که بدبخت کرد فرستاد زندون. تو مواظب باش. مواظبم. خب اینم امانتی شما. دکترم گفت شما هفتگی جنس میگیرین، درسته؟ من دوست ندارم خیلی تو خونم نگه دارم. خوشم هم نمیاد هر روز یه ساقی بیاد دم خونم. البته حالا ممکنه نظرم عوض شه. نه همون عقلی قبلیتون بهتره. منم حسنه ندارم هر روز در خونی هم. بامزم که هستی. حالا خانم جون زودتر کار ما را بنداز بریم. دکتر سفارش کرده پولشو بگیری؟ میترسه یادم بره. پیه بگیر. وای پسر تو عجب صورت خوبی داری، باید یه روز مدل من بشی. اولش باید نبود، کار راحتی به نظر میرسید. با خودم گفتم به من چه، اینا رو که من عملی نکردم. من بهشون ندم یکی دیگه میده. نه تا اینکه خب حالا بابا من خودم این کارم. آره کیه؟ منزل آقای حشمت. بفرمایید. رضا هستم، از طرف دکتر باقری اومدم. سلام. سلام بفرمایید، فرخ اونجاست. ممنون. بگی بشین. ببینم قبلیت چطور شد؟ گرفتنش؟ من خبر ندارم. ببینم داش رضا خودت با چی حال میکنی؟ هیچ. باری کلا دکتر میگفت تو خط فیلم و سینمایی. آره
ای همچینا. تازگی چی دیدی؟ چی فیلم؟ آره دیگه، فیلم باحال. متریکس دیدی؟ آخ پسر خیلی باحاله. اصل سینماست. قبول نداری؟ چرا؟ قبول دارم. خیلی خوبه. فرخ پسر خوبی بود. از اون بچه پول داره که عاشق سینما. کم کم با هم رفیق شدیم. اما یه چیز دیگه تو اون خونه بود که زندگی من رو عوض کرد. یه صدا. بازم یه آرزو شروع کرد. قصه‌هاشو می‌نوازه. صدایی که گاهی تو اون خونه میپیچید. صدایی که انگار از بهشت میومد و منو مدام به سمت اون خونه میکشوند. فرخ که خوابه. آقا رضایت دخم بشین دیگه، گوه زد این رم پدر تو در بیرزا چه ها خواستن یه شوخی کنن شما دیگه سر بیرزا دیگه جنس هم خبره نیست. بابا جنس رو کجا بردی؟ بابا جنس رو کجا بردی؟ آقا رضا یه لحظه صبر کن. همینی میخواستی؟ فرمایید. آه فرخ تویی؟ نه صبح کار ندارم.
میام. آره این فیلمم یکی این فیلمای محشر هم چیزه. شجادل کیه؟ این هنر پیشش آرتیستش کیه؟ شجادل نل گیبسون. آها شد نل گیبسون. سلام بچه ها چطوری؟ سلام. تو خوبی رضا؟ فرخ من میرم بالا تمرین کنم، کسی بر من زنگ نزد؟ نه تلفن نه. صبحونه نمیخوری؟ نه من خوردم فعلا. برو ما هستیم دیگه. آره اون صحنه تو این فیلمه یه صحنه یه خوردی با وایسا اه وایسا دم پنج این یک نه بشین این نشسته بریم جفت شیش شوته اینا یک و چار خب چند چندی یک بازی بلد نیستین و حالا بازم مثل اینکه رفیقتون شما تنها گذاشت. فکر کنم خسته بود. اون همیشه خسته است. صدای ویالون من اذیتتون نمیکنه؟ نه نه اصلا راستش خیلی هم عالیه. مگه شما فیلم تماشا نمی کردی؟ چرا ولی فیلمشو قبلا دیدم، ترجیح دادم به ویولن شما گوش کنم. خب اگه اینطوری میتونیم بیاییم بالا گوش کنیم، فراخ هم که هفت بادشو رو خواب میبینیم. مزاحم نیستم؟ نه اصلا، هر نوازنده ای دنبال گوش مفت میگرده به شرطی که اگه فرد زدم شما چرا اینطوری نگاه میکنی؟ ببخشید منظوری نداشتم. میدونین حتی اگه خود آدمم بخواد دروغ بگه چشماشونو لو میده، ولی مثل اینکه من در مورد شما اشتباه کردم. شاید دلم میخواست اونطوری ببینم. معذرت میخوام. نه نه اصلا اینجوری نیستش، یعنی اینکه شما اشتباه نکردین. چی رو؟ بله؟ چی رو اشتباه نکردم؟ میخواین ازم اعتراف بگیریم؟ میترسی اعتراف کنی؟ براتون مهمه یا این ببین شاید هیچ دختری نباید اینطوری حرف بزنه، اما من مثل بقیه نیستم. همین که مثل بقیه نیستی؟ خیلی خوبه، اما ببین آرزو من دوست فرخم. فرخ من آورده تو خونهش، بهم اعتماد کرده. من نمیخوام از اعتمادش، من آدم نامردی نیستم. چرا همچی فکر میکنی؟ اصلا به قضیه اینطوری نگاه نکن. ببین خیلی از دوستای فرخ تو این خونه اومدن، حتی خیلی از اونام برای خودشون فکر و خیالای داشتن، اما تو با بقیه فرق داری. دست کم برای من فرق داری. به نظرم آدم عجیبی هستی. یه جورایی مثل خود منی. سلام آقا پسر. سلام. پدرت خونه هست؟ پدرم؟ خونه نیست. باشه پس بگو رضا اومد. یعنی جمینی بعد جنس چی شد؟ جنس؟ بعد بدم به پدرت؟ بدم چرا؟ اون که اهل این چیزا نیست، اموله قدیمی حال میکنه، هنوز تو منقل و وافور مونده. مشتری دکتر منم. تو چند سالته؟ ببینم داداش تو ساقی یا مفتش؟ چرا به سنم داری؟ جنس رو بده اردی؟ اینا هر خانوادگی همینطوره، تو نبری براشون یکی دیگه برمیداری. بابا جون بابا یارو دهنشانو بو شیر میده. اتفاقا اون جزو مشتری های عالیه، ده تا دیگرم تازه معرفی کرده. راست میگه باباش هم میدونه؟ بابای میخواد سر اینا گرم باشه تا کاری به کارش نداشته باشه. به هر حال من دیگه واسه اینا چیزی نمیبرم. بابا این حرفا همین که گفتم اگه بازم از این جغله ها باشم واسه اونا هم نمیبرم. الو رضا. خودم قرار گذاشتم کاری نکنم که ازش پشیمون بشم، برای همین دور بعضی رو خط کشیدم، مخصوصا که دیگه مطمئن شده بودم دلم گرفتار شده. خیلی وقت بود دنبال میگشتم. مگه من گم شده بودم؟ و
برا من آره، یعنی نمیدونم، من اهل حرف زدن و لفاظی و اینجور چیزا نیستم، بلدم نیستم حرفای قشنگ بزنم، اما اینو میدونم که هر کسی واسه خودش گم شده ایده. بعضی میگن اون گم شده قبلا همزاد آدم بوده، اما مطمئنم که اگه همچین چیزی درست باشه تو همون گم شده ای. به هم میخندی؟ کدوم آدم احمقی ممکنه به این حرف بخنده؟ ولی اگه اشتباه کرده باشی چی؟ اشتباه نمی کنم، نسبت به هیچ کس همچین احساسی نداشتم. خب من چقدر برات ارزش دارم؟ چند میارزم؟ این چیزها رو نمیشه با عدد و رقم اندازه گرفت. اتفاقا برعکس، همه چیزو میشه با عدد و رقم اندازه گرفت. اصلا تازه اینجاست که ارزش واقعی هر چیزی معلوم میشه. همینطوری رو هوا حرف زدن آسونه، اما واقعیت رو نشون نمیده. مثلا تو باید نشون بدی که من چقدر برات ارزش دارم. نمیفهمم چجوری؟ هر چیزی یه راهی داره. خب راهش چیه؟ مثلا یه گردنبند خیلی قشنگ الماس توی جواهر فروشی شانتیز جلوی ویترینه، اونو میاری برام؟ اگه بتونم حتما. قیمتش چنده؟ درست نمیدونم، فکر میکنم دور بره 70 میلیون تومن؟ راستش خیلی دارم میخواست میدونستم، ولی چی؟ حالا که پای قیمت رسید میبینی اونقدر رام نمیارزم؟ نه اصلا اینجوری نیستش. حقیقتش من دار و ندارم، یه جیپ قرازه و یه موبایل قسطی که اونم 2 میلیون نمیارزه. مگه میخوای بخریش؟ خب اگه میتونستم مطمئنش تردید نمیکرد. آهای مواظب باش آقا پسر، من از آدم های زبون باز و کلکسیان و دروغو خیلی بدم میاد. من دروغ نمیگم، کلکم نمیزنم، هر کاری بخوای میکنم. واقعا میکنی؟ آره شک نکن. برو اون گردن بندو برام بیار. چی من اینقدر باید کنف بشم؟ خب تو نمیخوای بگو نه نمیخوام، چرا بهانه الکی میاری؟ که میدونی آخه نمیتونم، خیلی برم بدوزدمش؟ چه اشکالی داره؟ یعنی چه اشکالی داره؟ تو که جدی نمیگی؟ به نظرم اگه شوخی باشه خیلی بیمزه است. یعنی واقعا برم بدوزدمش؟ وای خفم کردی رضا، چند بار میپرسی آخه؟ چیزی که نمیشه. ببین اون گردن من مسلماً بیمه است، صاحب جواب فروشی هم میره پولش رو از بیمه میگیره، شرکت بیمه هم اونقدر پول داره که این رقم ها اصلا به حساب نمیاد. ولی من اونو خیلی دوست دارم. آخه من که بلد نیستم. یعنی اگر بلد بودی جرأتش رو داشتی؟ برای تو آره، به خاطر اینکه عشق منو بفهمی. باشه، تو همه چی داده سم عجیب غریبه، اما من دوست دارم حتی همین درخواست غیر عادی. یعنی میشه به تو اعتماد کرد؟ فکر میکنم بشه. باشه پس تمومه، فقط یادت باشه از اینجا به بعد دیگه نمیتونی زیر قانوش بزنی. نه چی شده داشت رزا؟ نبینم تو لب باشی. چیزی نیست. شما چطوری؟ نه هنبشه خوبی هستی، اما نمیتونی منو سیاه کنی. من عمرم تو فیلم گذاشته، تو که میدونی. کی خواست شما رو سیاه کنه آقا بهادو؟ پس بگو چه خبره، چی کار داری میکنی پسر؟ با کیا قاطی شدی؟ این پاترول از کجا آوردی؟ پاترول؟ بله پاترول. فکر میکنه همه کورن نمیبینن؟ حداقل 10-15 نفر با پاترول تو رو اینور اونور دیدن. چی کار میکنی؟
نکنه خودتو گرفتار خلافکار بکنی. آه خرابش کردن دیگه. خواستم یه دفعه بهت بگم خوشحالت کنم. هیچی بابا، یه بابایی پیدا شده عاشق سینماست، بهم اعتماد کرد، قرار سرمایهشو بذاره واسهش فیلم بسازم. الان چند روزی رفته خارج، ماشینش هم داده دست من. میدونی از چی میترسم؟ از چی؟ از این که اون فیلم رو که دوست داری بسازی و نتونستی بیای تو زندگی واقعی اجراش کنی. حرفه قلوم به سلوم نمیزنی آقا بهادو، از که ایتالا روانشناس شدی؟ حرفای قلوم به سلومه نیست، تجربه خودمه. من اینجوری نیست. ببین رضا، من برات نگرانم ها، نکنه تو دام بیفتی. این روزگار خیلی نامرده ها، یهو چشاتو وا میکنی میبینی تهی چای. ببین چقدر دارم بهت میگم، حواستو جمع کن. حواسم جمعه، نگران نباش. کجایی پسر؟ اون یارو منو کچل کرد. مفصله، گیر افتادم، شانس بدم جاسازیم لو نرفت. خیلی خوب، تو زود خودتو برسون خونه شعله، داره از خماری میمیره. من اومدم. سلام عرض شد. کثافت عوضی، کجا بودی این همه وقت؟ یواشتر خانم، چه خبرته؟ خب گرفتنم، نزیم جاسازیم لو بره. حالا آوردی یا نه؟ آره ببین کجا جاساز کردم، عقل جنم بهش نمیرسه. بدش به من زود باش. کاریه من انداختی دوش، من هیچ چیو به گردن نمیگیرم، با اولی سیلی همه چیو لو میدم. تو مسئول جنو یاروی، میفهمی؟ تو اینجوری میکنی؟ تو مکه دیوونه چی؟ چیمونم کردی؟ خلم کردی؟ چقدر دروغ، چقدر سیاکاری؟ خدا جون خودتو کنترل کن، خواهش میکنم خودتو کنترل کن. ببین رزا جون بشین، جون من بشین. من که با این داد و فریاد نمیفهمم تو چی میگی. اینجا یکی هست که نباید صدای ما رو بشنوه. حالا به من بگو چی شده. مرد. مرد. چی؟ شله. وقتی برگشت از تو اتاق تلو تلو میخورد، مثل سگ زوزه میکشید، چشاش از حدقه زده بود بیرون، رنگ پوستش بنفش شده بود، با مغز رفت تو تابلو. زنی که احمق اووردوز کرد، زیادی به خودش تصریح کرد. من هیچی رو به گردن نمیگیرم، به من هیچ ربطی نداره، من همه رو لو میدم، میفهمی؟ رفتنی تو کسی رو دید؟ نه بابا. برگشتی چی؟ ترسیدی و داد و بیدار رو انداختی؟ ساعت دو این اصف کی تو خیابونه؟ من دیوونه هم سر صدا کنم. خیلی خوب بابا، حالا مگه چی شده؟ یه عملیه دیگه اووردوز کرده و مرده.
روزی 100 تا از اینا میفتن و میبینن، تقصیر کسی نیست. اون وقت تو با من اینجوری رفتار میکنی، اونم امروز که میخواستم بهترین خبر رو بهت بدم. بس دیگه، چقدر سیاکاری؟ کدوم سیاکاری؟ ببین من نمیدونم تو چیکار کردی، چطوری قاپ دختره رو دزدیدی، ولی طرف ازت خوشش اومده، امروزم دنبالت میگشت، گفت هرچی موبایلت رو گرفته خاموش بوده، میخواد تو رو به خانوادهش معرفی کنه. به هر حال من دیگه نیستم، از این بعد برو یکی دیگر رو پیدا کن که به زنای مرده و بچه های معتاد مواد بده. خوب نشو بچه، تازه داره در رو برود واز میشه. این پولات، اینا جلزات، اینا جلزات، خوب نشو رزا. خب حالا میخوام چند تا راز کوچولو رو بهت بگم. قبل از که تو چیزی بگی بذار اول من بگم. چی بگی؟ البته این دروغ من نگفتم، اما گفته یکی دیگر تایید کردم. من دوست قدیمی و زمان مدرسه فرخ نیستم. میدونم. میدونی؟ اینم میدونی که من برای فرخ مواد می آوردم؟ از همون اول. پس مثل که من فقط اینجا هیچی نمی دونم. تو هم الان همه چیزو می فهمی. فقط امیدوارم روی حرفی که زدی باشی، اما ازت انتظار دارم زیر قولت نزنی. راستش ما توی خونه تنها نیستیم، یعنی توی ساختمون اونور باغ چند نفر دیگه هم زندگی میکنن که تو حالا باشون آشنا میشی. ناش اومدن. خب حالا وقتشی که تو با خانواده من آشنا بشی. ایشون آقا جون هستن، آقای سبک تکین، که البته ما ایشون آقا جون تکین صدا میکنیم. سلام جوون. سلام، خوشبخت. زنده باشی. این خانمم عمه شری، زن عموی ما هستن. وای چه جوون ماهی، ماشالله، خدا حفظت کنه. و این آقا هم اصلا پسر عموی ما و پسر عمه شری. ایشون هم آقای رضا تهرانی، دوست عزیز من و فرخ. اصلا پسر دردت گرفت؟ به من میگن اصلان، یادت باشه. این پسرمو اصلان یه خورده شوخه، بی خود کرده. بگو ببخشید، با منون که شوخی نمی کنم. بگو ببخشید تا تو سری نپردی، یلا. اشکال نداره، مهم نیست. نه خیر آقا، اشکالی نداره چیه؟ بگو ببخشید، یلا. ببخشید. یکم رضا رو توجیه کن، دوست تو هم هستا؟ توجیه میشه، پسر باهوشیه، خودش توجیه میشه. بله توجیه شدم، هرچند خیلی عجیب بود. البته من چیزای عجیب و غریب تو زندگیم زیاد دیده بودم، اما این یکی دیگه راست راستی نوبرش بود. این خانواده عجیب و غریب و شیک و پیک همهشون دزد بودن. قبل از این هر وقت از دزدا و جیب برا صحبت میشد، یه عده آدم بدبخت و بی سواد و مفلوک به نظرم می اومد که از شدت گرسنگی و نداری دست به دزدی میزنن. اما حالا می دیدم که دزدا میتونن آدمای شیک و ثروتمند و حتی درس خونده باشن که تو خونه های عیونی زندگی میکنن و هر از چند گاهی فقط دزدی های کلون میکنن. آرزو ضمن معرفی خانوادش، همونطوری که مردم از مدرک دکترا و استعدادهای علمی و هنری اطرافیانشون حرف میزنن، از تخصص هر کدوم از اونا توی نقشه کشی و باز کردن گاف صندوقا و قفلا و شکستن درا حرف میزد. حتی هم به خانومشون در یه لحظه گذشتن از کنار من یه چشمه عملی برای خودم اجرا کرد که واقعا تعجب آور. خب حالا نظرت چیه؟ از منو خونواده عزیزم خوشت میاد؟ واقعا همین؟
منظورت چیه فقط همین؟ آخه تو یه جوری منو ترسوندی، فکر کردم خانوادت از مریخ اومدن یا مثلا تو هفت تا شوهرت رو کشتی و مغزشون رو داغ داغ خوردی. خب بالاخره دوستی این روزا جزو کارهای پر رونقه، طرفدارم زیاد داره اتفاقا. چیز مهمی هم نیستش که اینقدر واسش مقدمه چیدی. آفرین، به این میگن یه جوون منطقی، یه پسر چیز فهم. ببین پسر، من فوق لیسانس اقتصادم و از رویال یونیورسیتی لندن گرفتم. تمام اقتصاد جهانی رو عین کف دستم میشناسم. تمام سازمان‌های اقتصادی بین المللی، مراکز تجاری، بانک‌های چند ملیتی، همه اینا فقط یه کار میکنم. میدونی چی کار؟ همین حرفه شریف دزدی. همه میدزدن، منتها اونا با کمال بیشرمی اسم این کار خودشون رو میذارن چی؟ تجارت، رقابت، انترناشنال ترایدینگ. اصلا چرا راه دور میریم تو همین مملکت؟ میان یه جنسی رو به یک دهم قیمت میخرن، انبار میکنن، میذارن بازار سیاه پیدا، وقت به ده ها برابر قیمت میفروشن. همه روزی 8 ساعت حقوق میگیرن، اما ببینم کی بیشتر از نیم ساعت کار میکنه. خب پس ما هم حق داریم که این وسط سهم خودمون رو برداریم، برایش زحمت هم میکشیم، مگه نه پسر؟ هرچی شما بگین درسته. خب پسر، شنیدم تو قول همکاری با ما دادی. در مورد همکاری صبر کنیم ببینم. من گفتم که قراره. ببین رضا جون، ما با هم رفیقیم، درست، با هم فیلم تماشا میکردیم، ایوالا حرف میزدیم، حرفی نیست، همش سر جاش. اما وقتی آرزو تو رو برای کار معرفی کرد، اصلا بحث این چیزا نیست. گوش کن، گوش کن، بذار ببین من چی میگم، بعد حرف بزن. خلاصه معرف تو آرزوه، هرچی هم در مورد تو پیش بیاد مسئولیتش با اونه. ها من بهش گفتم. شنیدم رانندگیت هم حرف نداره. چند بارم تیز و بوز قصر در رفتی و زرنگی تو نشون دادی، باری کرد. اما کار ما خیلی فرق میکنه داشت رضا، خیلی فرق میکنه. من با آرزو هم گفتم که اگه ما رضا رو معرفی کنیم، اون کار ما رو بفهمه، ما رو بشناسه، دیگه راه برگشتی نداره. ها گفتم آقا جون خون هر دوتون رو میریزه. گفتم یا نگفتم؟ گفتم، گفتم آرزا. اما آرزو گفت که بهت اعتماد داره، گفت همه جوره جربوزش رو داری، نه میترسی نه جا میگم، خلاصه مسئولیت تو رو اون قبول کرده. حالا هم هرچی بشه تو میدونین، اون این آقا جون تکین ما در مورد کار با هیچکی شوخی نداره. ها آدم میده دست این اصلان که خدا واسه هیچکی نخوان. من نمیدونم این خواهر ما چجوری اینقدر به تو اعتماد پیدا کرده. حتما یه دلیل درست حسابی بر خودش داره دیگه. خب حالا رفیق بفرما ببینم چی میخواستی بگی. منم یه کاری میکنم که تا حد ممکن اعتمادش خراب نشه. خب حالا چه کاری هست؟ کارو که بهت گفتم، همون گردنبند الماس، البته با چند تا چیز کوچولوی دیگه. نقشه کارو چند وقته که بررسی کردم، از همه نظر بیعیبه. فقط قبل از شروع یه چیز مهم باید تهیه بشه، یه ماشین پرشتاب که هیچکی به گردش هم نرسه. در ضمن ظرف 2 دقیقه بعد از اونجا دور بشیم. خب راستی ببینم در مورد سهما بهش گفتیم؟ ما هرچی کار کنیم نصفش مال آقا جون تکینه، نصف دیگه بین بقیه تقسیم میشه مساوی. چیه ساکتی؟ موافق نیستی با این روش؟ وقتی همه موافقن لابد یه حکمتی هست دیگه. از اول گفتم از این پسر خوشم اومده. آره حکمتش در اینه که جنسا رو من باید آب کنم، وگرنه مفتم نمیارزن. خب ماشین رو تهیه کنین تا کارو شروع بکنین.
بیبری. خب کارت خیلی خوب بود. ممنون. بالاخره همه یکم دزدیم دیگه. ولی پس فردا کارو سخت‌تره. خیلی سخت‌تر. به اونم میرسیم. حالا دیگه فکر کنم وقتشه. وقت چی؟ خودت بهتر میدونی. خیلی خوب. حالا بیا دقیق بشین. کارهای عجیب و پر از تناقض آرزو همیشه برام جای سوال بود. بالاخره اون شب برام از زندگیش گفت. زندگی عجیب و غم انگیزش. اون گفت که آقا جون پدر واقعیش نیست. پدر آرزو که تاجر معتبری بوده تو بچگی آرزو میمیره و مادرش با آقا جون ازدواج میکنه. بعد از مدتی میفهمه که اشتباه بزرگی کرده، چون آقا جون در واقع یک حقوق باز و شارلاتان بد سابقه بوده که به طمع ثروت اونا با مادرش ازدواج کرده. مادرش سر به دنیا اومدن فرخ میمیره و آقا جون که همه زندگی اونا رو صاحب شده، عمه شری و اصلان رو با اون خونه میاره و بچه ها رو مجبور میکنه که به قول خودش کار کنه. منظورش هم از کار همینی بود که میبینی. تو مال اینجا نیستی آرزو. خودتو از این وضع بیرون بیار. تو کمکم میکنی؟ هر طور که بخوای. با من ازدواج میکنی؟ پسر تو استاد حرفای بیموقعی. اصلا بیموقع نیست. درست ترین موقع است. زن من میشی؟ فعلا باید به فکر پس فردا باشی. تو دیگه بهتر بریم. شب بخیر. از دو طرف یه خیابون اصلی و چند تا خیابون فرعی بهش راه داره. داخل پاساژ طبقه اول جواهر فروشی. مهمترین چیز کلیدیه که پشت سر اولین فروشنده قرار داره. اگر اونو فشار بده در آهنی مغازه بسته میشه، دیگه هم نمیشه بیرون رفت. سلام هستم. خب سوالی نیست؟ طبق معمول حرف نداره. چکرم آقا جون. تو حرفی نداری رضا؟ نه حرفی نیست. خیلی خب پس شروع میکنیم. ما
دارم نیست.
بهش برو تو خروجی. دیگه تو هم باشه خودتو جمع کن. تو آینه خوب نگاه کن، این کسی دنبالمون نمیاد؟ نه آقا جون، کسی نی. عجب، قلب ما رو نگاه چه شکلی شد. قشنگی بود. بله، برای شما کار قشنگی بود. تو همیشه باید قور بزنی؟ یعنی تو دست از کثافت کاریات نمیخوای برداری؟ تو یکی همچین کاری هم باید دل دوزی کنی؟ خب دیدم این همه آدم های پردک و پوست، گفتم کیفاشو رو بزنم ببینم توشون چیه. همین دیگه، تو هیچ وقت آدم نمیشی. اگه یکی از اونا این وسط ماچتو گرفته بود که هممون گیر افتاده بودیم. به من میگن شری دست طلا. کی میتونه ماچ منو بگیره؟ شری دست طلا. اینا چرا انقدر کردن؟ نکنه پسر خرش کنه جنسا رو بردارن با هم دیگه برن. نه بابا، پسر علی این حرفا نی، بچه خوبیه. بچه یه خوب اصلا وجود نداره. اونی که ساده تر به نظر میاد همیشه از همه زرنگ تره. اینو خوب تو کلت فرو کن. برو بابا، تو که همه رو بد میدونی. پسره از آب زلالم پاکتر. آره، به همه خیال باش. از کجا معلوم که این آب زلال پر از زهر نباشه؟ ندیدی تازگی ها دختری چطوری پسره رو نگاه میکنه؟ طوری اینو نگاه میکنه که حتی این اصلان خنگم فهمیده. من میکشمش، خدا میکشمش. خفه! بابا خودتون وادارش کردین که قاپیارو رو بدوزه. من گفتم قاپ اونو بدوزه، نگفتم بره دل بده به اون. که اگه بخواد با آرزو نگاه کنه خودم میکشمش. من میکشمش. حرف بزن اومدم، مزخرف نگو. وای نیمیگه. سلام. سلام. وای من که دیگه مردم. 3-4 دفعه نزدیک بود گیر بیفتیم، اگه رضا نبود میگرفتنمون. وای کلا. خ
خب رفتن؟ آره رفتن. امروز خیلی خسته شدی. بیا بخور. مرسی. خب این هم از این. چی؟ اصلا نمیتونم به اون پول نگاه کنم. مرام من دزدی نیست، همش مثل یه خواب خنده داره. همه زندگی مثل یه خوابه. تو از این زندگی خوشت میاد؟ آره خیلی. پس چرا ادامه میدی؟ چرا به این زندگی چسبیدی؟ بل کن، بیا با هم فرار کنی. نه من نمیتونم. نمیشه. چرا نمیشه؟ به چیه اینجا دل بستی؟ از این بوی گند داره برات حالت به هم نمیخوره؟ نکنی تا آخر عمرت میخوای تو این کثافت زندگی کنی؟ با من اینطوری حرف نزن رضا. ببین آرزو، من گفتم به خاطر تو هر کاری میکنم، پای حرفم هم وایسادم. من تو عمرم حتی یه ارزن از کسی بر نداشتم. کار خلاف زیاد کردم، اما دزدی نه. به خاطر تو این کارم کردم، فقط به خاطر اینکه بهت نشون بدم چقدر واسم ارزش داری. چون فکر میکردم تو اینجا گیر افتادی، تو میخواستم کمکت کنم، نمیخوام بهت شک کنم، اما چرا تمامش نمی کنی؟ میخوام، خدا میخوام، من از این کار متنفرم، از آخ جون، از عمه شیری، از همه شون حالم به هم میخوره. من دیگه کسی رو ندارم جز فرخ. اون تنها یادگار مادرمه، برادر فرخ ضعیفه، گرفتاره. فرخ قبلا راننده ماهری بود، اما توی تصادف پاش خورد شد و الانم توی پاشه میله فلزی داره. همیشه درد داشت. آقا جونم برای اینکه بتونه رانندگی بکنه بهش توصیه کرد که هروئین مصرف کنه. خیلی بیرحم، حتی به پسر خودشم رحم نمیکنه. فرخ پسر خوبیه، دل مهربونی داره. اگه من نباشم نمیدونم چی به سرش میاد. دیگه نمیدونم من چی کار کنم. پس تو به خاطر فرخ نه فرخ دیگه نه، این فرخ کثافت، این فرخ لجن، این فرخ گو ارزش این همه خوبی رو نداره. فرخ نداره. دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، رفتم پاتر دکتر رو بهش پس بدم که دیگه هیچ ارتباطی باش نداشته باشم. اما با صحنه عجیبی رو برو شد. بعدم معلوم شد که آقای دکتر اصلا دکتر نیست و با حق بازی و جهل سند خودش رو دندون بزش جا زده که پوششی باشه برای بقیه کاراش. منم پاتر رو کنار خیابون پارک کردم، کلیدش هم انداختم تو جوب، رفتم سراغ رفیقی که واقعا رفیق. میدونم اما بها هیچی نه، به خدا شرمندم، هر چی بگی درسته، اما الان دیگه دیر شده.
حسابی گیر افتادم. کمکم میکنی؟ میدونی که اهل غر زدن نیستم، اما دلم میسوزه که هزار مرتبه بهت گفتم مواظب باش. تو هم به من دروغ گفتی. بیا، این آدرس حاج ریحانه، بهت کمک میکنه. جاشم جاییه که دست هیچ کس بهش نمیرسه. انشالله بتونم جبران کنم. کوچیکه. تو نمیخواد جبران کنی، فقط آدم باش. بفهم داری چیکار میکنی. فهمیدم، جون خودت فهمیدم. امیدوارم. یه چیز دیگه، حاجی ریحان همه جوره آدم مطمئنیه، فقط اگه دختر زنت نباشه راحت نمیده ها. زنم. خب پس مبارکه، برو به سلامت. تو باید بری آرزو، به قول داشت رضا اینجا موندن دیگه به درد تو نمیخوره. خواهر کوچولو خوشبخت بشی. ولی فرخ، من نمیتونم تو رو تنها بذارم. بیا با هم بریم. من سب میکنم تو این لعنتی رو بذاری کنار، بعد هممون با هم میریم. من نمیتونم آرزو، خودمو میشناسم. تازه باید یکی اینجا باشه، هوای آقا جون رو داشته باشه، یه وقت دنبال شما نیاد. تو برو. برید آقا جون. اگه ما بریم اون تو رو خیلی اذیت میکنه فرخ. نه، من نمیتونم. مترس، اینجوری هم نیست. رضا راست میگه، ما زیادی از آقا جون میترسیم. تازه اون این روزا کیفش کوکه، فکرش آب کردن جواهرات. نگران نباش آرزو، نگران نباش خواهر کوچولو. عروسیت مبارک. آرزو، 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 آرزو نیست، آرزو، آرزو، خفه شو، آرزو فرار کرده، خفه شو دیوانه، آرزو، آرزو، آرزو فرار کرده. آرزو کجا رفته؟ من نمیدونم آقا جون، من خواب بودم، بیدار شدم، دیدم هیچ کدومشون نیستن. میکشمش، من میکشمش. خودت آقا جون، اصلا من اصلا خبر ندارم. دختری چش سفید.
میدونی اونا کجا رفتن؟ من آرزو رو خوب میشناسم. اون حتما به تو گفته کجا رفتن. باور کنید آقا جون، من نمیدونم. نمیدونم اصلا کی رفتن، کجا رفتن. باور کنید آقا جون. پسر رو میکشم، اینو میکشم. آقا جون این داره منو میکشم. برشم برشم. نگران نباش، پیداشون میکنی و خودم پسر رو میدم دستت. هر جوری دلت میخواد کلکشو بکن، هر جوری، مال خودت. حالا ببرش. من میدونم که به من دروغ نمیگه، اما ممکنه حالا یه چیز رو یادش رفته باشه که خب مهم نیست، خودمون کمکش میکنیم یادش بیاد. حالا ببرش. آقا جون من چه به شما دروغ گفتم؟ آقا آقا جون من نمیدونم اونو کجا رفتن، نمیدونم کی رفتن. خیلی تو هم اینجا میمونی، از جنسم هیچ خبری نیست تا خوب بیاده. آقا جون من میمیرم، تو که میدونی من پام درد میکنه. درد که بکشی ذهنت خوب باز میشه، وقت یادت میاد که اونا کجا رفتن. وقتی یادت اومد منو خبرم. آخر میگی، بالاخره باید بگی. ارگام شو با آرزو رفتیم محضر، رفتیم که زندگی جدیدی رو شروع کنیم. یه مدتی میشه اینجا آروم بود. یاری آقای چه آشپز همه چی هم داره، چقدر بامزه است اینجا. Thank you.
ولی این خواب نیست، واقعیته. ببین ما الان اینجا داریم زندگی میکنیم. راستی بهم نگفتی تو اون جعبه چی گذاشتی؟ نمیخوای بهم نشون بدی؟ نه چیز مهمی نیست، بعدا اسمشون میدم. چطوری آقاره تو؟ نه نزم بیش کنیم به نظر اونجا دختر چک سفیر کردی. خیلی زرنگی آقا بسر ها؟ اون کسی رو ندازیده، من خودم باش اومدم. دختری چش سفید، بی خود نبود چه من از اول از تو بدم میومد. کجا الماسا؟ چه کارشون کردی؟ الماسا؟ اونا که سر جاشون بود، الماسا رو ما بر نداشتیم. آره بودن قبل از اینکه شما ها ورش دارین. Thank you.
یادگاری نگه داشته بودی؟ پس بزن کن بگو جواهر از کجا کش بزن کن من که بهتون گفتم اون رو برای شما من برای گذاشتم برای شما برای تو من میخواستم یعنی نمیخواستم یه کلمه دیگه دروغ بگی میکشمت خودت هم میدونی که این کارو میکنم منم در داشتم آره من بوده آره من بوده جواهراتو من برداشتم میخواستم بگم منم آدمم شما همیشه منو تحقیر کردین همیشه به هم سرکوف دادین گفتین ضعیف هم هیچ خری نمیشم آره کار من بوده من نه فرخ وقتی داشتین از عصبانیت خون هم دیگر میخوردین من میدونستم جواهرات کجاست میخواستم ببرم بفروشم بعدم بزنم به چاک چون از همه تون بدم یاد از تو خفه شو چه میگی خفه شو خودت رحم نمی کنه فرخ نگو حالا من دیدنتون به هم میخوره بیست ساله دارم ازتون میکشم بیست ساله خواستم باق باق کردن تو وقتی رو دست میخوری ببینم کار من بوده ازتون بدم میاد حالا ازتون به هم میخوره کسوفه میکشمه هر روزا میکشمه هر روزا میکشمه